تحلیل و بررسی قسمت هفتم سریال جذاب خاتون تو این ویدیو و اینکه قراره طبق معمول یه سری حدسیات در مورد قسمت‌های آینده داشته باشیم. پس تا آخر همراه من باشید. سلام، محمد علی شیرزاد هستم. خیلی خوش اومدیم به کانال شیرزاد فیلم. تو این کانال ما معرفی فیلم و سریال داریم و فیلم‌ها و سریال‌هایی که منتشر میشن رو بررسی می‌کنیم. پس اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا هر موقع که من ویدیو جدید آپلود کردم بهتون اطلاع داده بشه و تشریف بیارید ویدیوها رو ببینید. اگر هم از اینستاگرام دارید منو می‌بینید، پیج رو فالو کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ویدیوهای تحلیل و بررسی قسمت‌های قبلی سریال خاتون ساخته شده. اگه ندیدید حتما اونا رو ببینید. خب قبل از هر چیزی من دو تا پلان توی این قسمت که خیلی دوستشون داشتم و بهتون نشون میدم و بعد میریم سراغ تحلیل بقیه داستان. من اصلا اون اولم گفتم شیرزاد با اینکه یه آدم نظامیه، شاید یه آدم سختگیری باشه، ولی در عین حال خیلی ساده بخوام بگم خیلی دلش پاکه. حالا یه سری اتفاقات افتاده، یه سری شرایطی بهش تحمیل شده که باعث شده آروم آروم از اون چیزی که هست دور بشه و حتی بخواد نقش بازی کنه، بخواد خودشو مثلا بی‌رحم نشون بده. اینجا که این دختر کوچولو میاد و کلاهشو ازش میگیره، میبینید که شیرزاد یاد امیرعلی میفته، بهش ادای احترام میکنه و احساساتی میشه و میبینید که برمیگرده به ذات اصلی خودش، ولی یهو حواسش میره به سمت دکتر و سعی میکنه خودشو جمع و جور کنه و خودشو دوباره خشن و جدی نشون بده. اشکان خطیبی هم کاملا اندازه داره اینو بازی میکنه و ریز به ریز اون احساسات به من مخاطب منتقل میشه. دومین پلان اینه. یکی از بهترین خستگی هایی که من تا حالا دیدم، حرف نداشتیم. ورود لهستانی ها به داستان و مرتبط شدن فرار خاتون و منتقل شدن لهستانی ها به تهران خیلی خوب به هم نزدیک شد و در آخر خیلی خوب به هم دیگه وصل شد. از قسمت اول تا این قسمت به نظرم جایی نبود که سریال از ریتم بیفته، ولی تو این قسمت یه جایی ریتم خیلی تند شد. ورود خانم عاطفه رضوی به داستان و تموم شدنش خیلی تند اتفاق افتاد و تا من مخاطب اومدم باش ارتباط برقرار کنم تموم شد. امیرعلی کیسه؟ چطور؟ تا صبح گفتی امیرعلی. ولی از گریم خیلی خوب و بازی عالی ایشون به هیچ وجه نباید بگذاریم. باز تو این قسمت حداقل برای من احتمالش خیلی بیشتر شد که شیرزاد خاتون رو طلاق نداده باشه. دلیلش هم صحبتی بود که بین شیرزاد و رجبوف اتفاق افتاد و سکوت معناداری که شیرزاد مقابل سوال رجبوف داشت. در ضمن مگه طلاقش ندادید؟ چرا هنوز زنتون خطابش میکنید؟ بین شخصیت‌هایی که ممکنه در قسمت‌های آینده بمیرن، من حدس میزنم که برای فرهاد این اتفاق بیفته به خاطر کارهایی که کرده تیربارونش کنن. امیدوارم که این اتفاق نیفته. اینجا این شمشیر چاقو دقیق نمیدونم بازوی خاتون رو اونجوری زخمی میکنه و اصلا هم خونی نمیشه. خب این وقتی خاتون اونجوری زخمی کرد طبیعتا باید خونی میشد و اگه هم خونی میشد اون سرباز اون خون رو میدید و یه داد و بیدادی را مینداخت، بالاخره خاتون رو میکشید بیرون، ولی خب نخواستن خونی شه دیگه. خب خبر خوبی برای طرفدارای شیرزاد ندارم، مثل اینکه پای یه رقیب عشقی قراره بیاد وسط برای شیرزاد. شما اهل کجایی؟ اهل کجا باشم ماشین گیرم میاد. شرایطی که اینا دارن با هم آشنا میشن برای من یه فضایی رو تداعی میکنه که انگار اینا قراره که با هم یه داستانایی داشته باشن و تو پوستری که برای قسمت هفتم منتشر کرده بودن این دو نفر کنار هم وایساده بودن. چه تعصبات کردم آقای خانم؟ منتظر اینا نیست. خیلی خب بابا. فقط یه چیزی من نفهمیدم. اون پیرمرده به این گفت که مگه منتظر اونا نیستی؟ این اونا کیان؟ روسا که نیستن، چون تو معرفی این نقش نوشته بود که رضا فخار مردی میهن‌پرست است که اشغال ایران توسط متفقین را تاب نمی‌آورد و برای آزادی مردم و سرزمینش می‌جنگد. حالا برام سوال شده که بدونم این اونا که گفت کیان. اگه شما نظری دارید در این موضوع حتما کامنت کنید. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و اگه نظری در مورد قسمت هفتم دارید حتما کامنت کنید و بگید که چه حدسیاتی در مورد قسمت‌های آینده این سریال دارید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.